آیت الله العظمی شوبری زنجانی از مراجع تقلید شهر مقدس قم در گفتاری اعلام کرد اقامه عزای اهل بیت عصمت علیهم السلام خاص حضرت سید الشهدا علیه السلام از شعائر الهی و افضل قربات الله و از اوجب واجبات و مایه حفظ و بقای تشیع و اسلام راستین عزیز است. ایشان افزود مردم عزیزمان در اقامه با شکوه عزای آن حضرت و زنده نگه داشتن یاد و نام ایشان به اشکال و نحوه های مختلف بکوشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام های رسمی آمریکا اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر القاعده کشته شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکا طی عملیاتی در افغانستان ایمن الزواهری رهبر القاعده را به قتل رسانده است. او اضافه کرد حالا عدالت اجرا شده و این رهبر تروریست دیگر وجود خارجی ندارد. حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالی در یک ویدیوی ضبط شده گفت که کشورش رسما در حال گذر از قحطی است و خواستار واکنش سریع محلی و بین المللی و اعلام مرگ و میر ناشی از گرسنگی در این کشور شد. بر اساس گزارش‌های جهانی بیش از 7 میلیون سومالیایی از کمبود شدید غذا رنج می‌برند و بیش از نیم میلیون آنها در شرایط وخیمی به سر می‌برند، تا جایی که رئیس جمهور این کشور به تأثیرات مخرب گرسنگی در بین مردم اعتراف نمود. دولت عربستان از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به هدف قرار دادن مستقیم مهاجران آفریقایی در مرز با یمن متهم شد. در گزارش منتشر شده از این سازمان آمده که تا کنون 9 مورد قتل عام صورت گرفته که در آن حدود 189 مهاجر آفریقایی کشته و 535 نفر دیگر زخمی شدند. به رسم سنوات گذشته با آغاز ماه محرم و شهادت مظلومان امام حسین علیه السلام و خاندان اصحاب ایشان، مراسم عزاداری و سوگواری حسینی شیعیان کشور نیجریه در تمامی نواحی شیعه نشین این کشور و ایالت‌های پرجمعیت از جمله ایالت کاتسینا برگزار شده.